به دنبال گشایش دفتر سازمان همکاری های اسلامی در کابل، در تازه ترین مورد نماینده این سازمان با رئیس الوزرا در قصر چارچنار دیدار و گفتگو کرده است. در اعلامیه ریاست الوزرا آمده است که ملا محمد حسن آخوند در این دیدار تاکید کرده است که فعالیت گروه داعش در افغانستان از سوی امارت اسلامی مهار شده و به هیچ گروه اجازه نمی دهند تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تهدید خلق کند. از سوی هم این مقام دیپلماتیک سازمان همکاری های اسلامی با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله نیز دیدار و گفتگو کرده و دو طرف بر حمایت های لازم و گسترش روابط دیپلماتیک کشورهای منطقه با امارت اسلامی تاکید کردند. دی کورنه چار وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی دی افغانستان لپاره دی اسلامی همکاری دی سازمان لزانگری استازی طارق علی البخیت د دغه سازمان د بشری چارو د عمومي منشي لمرستيال او مل پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې د کورنۍ چارو وزیر د اسلامي نړۍ په پرمختګ کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول مهم وباله. هرچند با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن امارت اسلامی تا کنون دولت جدید افغانستان را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، اما آگاهان تاکید دارند که دوام دیدارهای دیپلماتیک می تواند بر حل مشکلات افغانستان با کشورهای منطقه و جهان مؤثر واقع شود. فعلا که هیئت‌های این سازمان به افغانستان آمده و در کابل با وزرای سرپرست دفاع و وزارت داخله دیدار نمودند، کار بسیار خوبی است. ما ضرورت به رابط خوبی با کشورهای اسلامی بخصوص سازمان همکاری های اسلامی داریم. نماینده سازمان همکاری های اسلامی در حال با مقام های ارشد امارت اسلامی دیدار می کنند که نمایندگی این سازمان روز یکشنبه در کابل گشایش یافت و مقام های این سازمان گفتند که هدف از گشایش این نمایندگی در کابل جلب حمایت و تقویت همکاری کشورهای اسلامی با دولت جدید افغانستان می باشد.